افغانستان از جمله کشور است که در 40 سال جنگ مردم و شهروندان کشور زندگی می کند. و از آن جمله ویروس کرونا، ویروسی که دقیقا در حدود هزاران تن از شهروندان کشور را به قربانی می گیرد. این ویروس انجام آغاز آن از کشور چین و حال افغانستان. طبق بیشتر شهروندان افغانستان به این باور زندگی می کنند که اصلا ویروس به نام کرونا وجود ندارد، و در حالی که همه رسانه های افغانستان پخش می کند که در فلان ولایت افغانستان، در فلان ولایت کشور اینقدر قربانی گرفته است و هر روز دقیقا کهنسالان را سنان 35 و 40 ساله را هر روز به این ویروس مبتلا می شود. سلام به همگی تان شنمان بیندگان از تلویزیون اورنوس آرزو می کنم که جور و صحت و سلامت باشین، وقتتان بخیر. شما مصابه ویژه را بینزه بیننده هستین. ما در دفتر شفاخانه کووید 19 هستم با جناب دکتر صاحب سید عالم ثاقب، رئیس دفتر جک در کندوز با جناب ایشان هستم. و رئیس تشکر از اینکه چند دقیقه وقت در اختیار ما گذاشتین و بتانیم معلومات بیشتر در مورد ویروس کرونا داشته باشیم و تعداد قربانی ها و که چگونه از یک شخص به شخص دیگه ویروس کرونا مصاب میشه و چقدر هموطنان ما به این ویروس هر روز از بین میره. ابتدا اگر معلومات بدین دکتر صاحب، میشه در مورد وضعیت اخیر ویروس کرونا در ولایت کندوز معلومات بدین که به چه تعداد افراد مصاب این ویروس شده، چه تعداد صحتیاب و وفات کرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرضو میکنیم برای همه، بالخصوص با شبکه تلویزیونی اورانوس. سپاسگزارم این که شما وقت گرفتین و آمدین و وقت دادین. شکر از شما. با اینکه اینمی مشکلات و اینمی آگاهی دهی برای مردم برسانید و اینا یک معلومات درباره امید کووید 19 داشته باشه. دیگه جهان سپاسگزارم. قربان. تشکر از اینکه شما وقت گذاشتین تا بتانیم معلومات درست داشته باشیم در مورد آمار دقیق ویروس کرونا و قربانی هایی که هر روز امتنان ما را متاسفانه مسیح. دکتر سید عالم ثاقب هستیم، پروژیکت منیجر همین پروژه کووید 19 در ولایت کندوز. می خواهیم که امو ارقامی که مثلا راپور کلی سرویلنس واقعات کووید 19 که در ولایت کندوز به کدام ارقام و کدام امار وجود داره، از مثلا ما می خواهیم که فقط از انمی برج دل و سال 1398 الا از انمی 14 برج سرطان برتان ارقام خلص بگوییم که وضعیت در کدام قرار هست. بالعموم ما مثلا افراد مشکوکی که از آن ما سیمپل می گیریم، ما سیمپل گیری می کنیم و در خانه تحت قرنطین ما چیز می گیریم، قرنطین در خانه توصیه می کنیم. بالعموم مرد 441 نفر است از این جمله و زن که از 331 نفر است که بالعموم 772 نفر می شود. گفتم امی ارقامی است که از برج هفت برج دلو الا تاریخ 14 برج سرطان است. و افرادی که ما بالحال در شفاخانه تحت قرنطین بستر شده، 21 نفرش مثلا ما بالحال امروزی که ما مثلا بالحال این ارقامی که ما داریم، بالعموم تقریبا اینا به 128 نفر میرسه و از این جمله روزها روز به روز کریتیکال کیس ها بیشتر میشه. ما تقریبا از انمی روزهای 28 و 29 30 از برج جوزا به این طرف کریتیکال کیس های ما بسیار وخامت پیدا کرده، بیشتر شده. تا روزانه تقریبا ما 44 و 42 48 و تا 51 ما بستر مریضا داریم. و افرادی که مثلا ما اینجا پیلحال یعنی تقریبا ما مثبت داریم، پیلحال 20 نفر ما مثبت داریم امروز که پیش ما در شفاخانه خود حاضر موجود است. و از این جمله
یعنی تازنمو هفتی برج دلوا تا چارده سرطان ما تقریبا 15 واقعات فوتی داریم و همچنان کسایی که مثلا تعداد مجموعی سیمپل هایی که اخذ شده 1133 نفر بوده که از این جمله 302 نفرش هم زنان است، اوناسی تشکیل میده و 831 نفرش که هست این بخش ذکور است. توتال مجموعه واقعات که لابراتوار مرکزی منفی تثبیت نموده اینا بالعموم 596 نفر تشکیل میشه که 145 نفرش که هست این اوناسی است و 451 نفر از این ذکور است. درست. جناب ساقب صاحب شما گفتین که 20 نفر وفات کرده، یعنی ارقام دقیق امی است که 20 نفر داره که مصاب به کرونا شد و تعداد صحتیاب شد و تعداد دقیقا فقط تنها 20 نفر یا بیشتر از اون شما به این حد یعنی 20 نه بلکه 15 نفر گفتیم که 15 نفر وفات کرده. ای اون افرادی هستند که ما در شبخانه بستر کرده بودیم و طبعا افرادی بود که سنشان هم از 70 ساله و 65 ساله بوده و اکثرا از امی همجوار ولایت ها به ما رجوع کرده بود که ما مثلا دو مریض از خود بدخشان داشتیم از اون آسیا و دو مریض هم از بغلان داشتیم، یک مریض ما هم از تخار بود، طالقان داشتیم. اکثرا مریض ها که پاوت میکنه زمیموی اعراض در پالش میداشته باشه و مدکت بدن از او بالعموم پایین میباشه. بعضی من مثلا از ما اصطلاح تیبی که مرض مصاب به کرونا میباشه و زمن تکلیف های قلبی میداشته باشه، امراض کلیوی میداشته باشه و همچنان شکر میداشته باشه. دیگه این افرادی هست که اینا معافیت بدن پایین میاره و زود به ریسک میره، تکلیفاش بیشتر میشه و اینو شکر سپاسگزار هستم. جناب دکتر صاحب در مورد تجهیزات و امکاناتی که در شفاخانه کویت نوسته در اختیار مریضان ویروس کرونا وجود داره میشه اگر لطف کرده معلومات بده. ما وقتی که وزارت محترم صحت عامه که قرارداد نموده با دفتر محترم جک یک در بینش یک پروتکل امضا شده، قرارداد امضا شده. در قرارداد پنج مهم استیک هولدرا وجود داره و لایحه وظایف و مسئولیت اما مهم استیک هولدرا معلوم هستند. در اینجا رول جک واضحا معلوم است که اینا معاشات پرسنل باید مهیا بسازه و اینی را منیج کنه، شبخانه را مدیریت کنه که با کدام شیوه و با کدام مدیریت اینا پیش بروه و در ضمنش مینوی غذایی برای مریضان خوب تنظیم بکنه، خوب مدیریت بکنه و همچنان مینویی که برای پرسنل است خوب تهیه بکنه. و در اینجا رول وسایل طبی و غیر طبی است که تمام سامانالات و تجهیزاتی که برای شفاخانه باید مهیا بسازه، اینی وظیفه دفتر محترم یونیسف است که اینا قرارداد کرده با وزارت صحت عامه. تمام وسایل به توسط یونیسف به محترم وزارت مقام محترم وزارت صحت عامه سپرده شود و از این طریق به ریاست صحت عامه و بعد از او باز به این شبخانه تسلیم شود. جناب ساقب صاحب سوالی است که در مورد امو امکاناتی که حالا از آغاز شیوع ویروس کرونا در حالی که هر روز مردم از بین میره و هر روز قربانی میگیره ویروس کرونا و کسی که اینجا به خاطر تداوی یا صحت یاب شدن دوباره به حالت نرمال برگرده، امو از امو امکانات شما حرف بزنید. مهمترین مثلا چی هست فعلا قبلا تا حالا که مریضا صحتیاب شده و صحتشون رو به بهبود یافته و شایعات وجود داره که اصلا در شفاخانه کویت 19 چیز وجود نداره؟ دقیقا ما طبعا به وسایلی که چیزی که در دسترس ما قرار داره که یا شایعات است یا حقیقت، چیزی که در پیش ما وجود داره الحمدلله بسیار شکرگزار هستیم. ما به حیث یک مسئول اینمی پروژه اینمی شبخانه برای تان واضح صراحتا گفتم میتونیم که ما سه تا وینتیلیتور داریم
و همچنان به اندازه کافی نظر به بد اکوپنسیتی ریت ما، یعنی که اشغال بستر مریضان است، ما رگلاتور داریم، ما به اندازه کافی مثلا ما اکسیژن داریم، و همچنان ما به علیه فشار و علیه استاتوس کو ما تهنوز به شارتیج مواجه نشدیم، اما نیاز داریم که بیشتر شود. ولی پیل حال ما چیزی که در دسترس ماست، ما از او امکانات کاملا استفاده میکنیم و کفایت کننده هست. ولی اما نیازمندی ما که نظر به این شیوعی که ویروس داره نیاز داره شبخانه، که باید تجهیزات ما باید بیشتر باشه. بله، چقدر امکانات ولسوالی ها فراهم شده؟ مثلا خانواد چهار داره مریضایی که به ویروس کرونا مبتلا میشه و از طرف آمریت های که موظف هست از طرف وزارت صحت عامه افغانستان، مریضا وقت مصاب میشه و اونا مراجعه میکنن به صحت عامه مربوطیش و اونا مراجعه میکنن به ولایت، و امی امکاناتی که حالا در دسترس شفاخانه کووید 19 قرار داره چقدر تانسته که کمک بکنه مریضا را به صحت یاب شدن مجددش؟ کاملا بسیار یک پرسان بسیار خوب است که ما همچنان یک پالیسی خود وزارت صحت عامه و شیوه و خود یکی از اهداف پروژه کووید 19 زنمی هستند که ما چه قسم بتانیم که امو خدمات به دورترین و دوردست منطقه را ما رسیدگی کرده بتانیم. ای به این معنی است که تنها کرونا ما در شهر داریم و از مناطق دوردست ما نخبر باشیم. یکی تغییراتی که مهم، شما پیشتر اشاره کردین که سابق چی حالتی وضعیت ها بود و آلی کدام تغییرات به وجود آمده. تغییراتی که آمده سابق، مثلا ما ریاست صحت عامه چهار تیم پاسخدهی، سری پاسخدهی داشتن در ولایت کندوز، ولی خوشبختانه که آلی ما 11 تیم سری پاسخدهی را داریم و در 7 ولسوالی ما یک دیسترکت سنتر جور کردیم. یعنی به این معنا که انمیجا ما مثلا در هر ولسوالی، در 7 ولسوالی ولایت کندوز یک دیسترکت سنتر ما اوجا داریم که در اوجا یک تیم مشتمل 3 نفر است، که یک دکتر است، یکی لابرانت است و یکی نرس است. اینا میتونه که از انمی یک تیم لایحه وظایفشان انمی هستن که نظر به نفوس، انمو نظر به قراردادی که ما وزارت صحت عامه صورت گرفته، اونا به اونمو جای بجا شده و اونا نظر به اونمو لایحه وزارت صحت عامه اقدام می نماید. به این خاطر که مثلا یک تیم میتونه که از 100,000 نفوس ساحه تحت پوشش خود، اینا باید احوال پرسی و آگاهی دهی و اخذ سمپل باید داشته باشه. یعنی مردم به این آگاه بکنه که کاملا انمی ویروس وحشی در اینجا که شیوع پیدا کرده، کسایی که مصاب به شدت هستن اینا را ریفر کنه، بیاره در شبخانه بستر شوه، قرنطین شوه و اخذ سمپل گیری شوه، و کسایی که در اوجا مشکوکین هست اینا را توصیه قرنطین بکنن. تشکر. بینندگان عزیز تلویزیون اورونوس، تشکر می کنم از اینکه تا به حال با ما همراه هستید. شما مصاحبه ویژه را هم اکنون از تلویزیون اورونوس بیننده هستید. ما در دفتر محترم دکتر صاحب سید عالم ساقب قرار دارم، مسئول البته دفتر جک در ولایت کندوز. در ادامه هم دکتر صاحب، عمدت‌ترین نگرانی شهروندان از نبود امکانات و تجهیزات کافی در شفاخانه کووید 19 و نبود مرکز تشخیص ویروس کرونا و نبود اکسیژن است. در زمینه اگر لطف کرده معلومات بدهید که اکثریت مریضا، نه بلکه بیشتر مریضا، وقتی به این ویروس مبتلا میشن، وقتی از طرف مسئول یا یک ارباب یا یک وکیل یک منطقه از درسته ها یا در خود کندوز وقتی به این ویروس مبتلا میشه، در شفاخانه راجع میشه و اینجا میگن که اصلا اکسیژن وجود نداره، اصلا میگن که برو به خانه قرنطینه بکن. امکان داره که شاید اما امکاناتی که در شفاخانه در دسترس شما هست اونجا نباشه و شاید مریض جان خود از دست بده. ما خوشبختانه جای افتخار است و ایرا افتخارانه میگم، و زمن اولین قدم باید سپاسگزاری از مقام ولایت بکنیم که به ما تهنوز قرارداد اکسیژن با خود داره. ما تهنوز با شارتیج مواجه نشدیم. مکمل مقام ولایت
اکسیژن قراردادی که صورت گرفته با ما اکسیژن مکمل میرسه و است. و اما مردمی که نگران هستند که اکسیژن با شورتج مواجه نشه، انشالله ما امیدوار هستیم و برایشان انشالله وعده میتیم که اکسیژن انشالله ما کوشش میکنیم که ما دستگاهی که در خود شبخانه خانواد دولسوالی خانواد که داریم که خودش اکسیژن مهیا میکنه و میسازه تهیه میکنه و انشالله سازمان صحی جهان که برای او تعهدی که برای ریاست صحت ما سپرده به مقام وزارت صحت ما سپرده به زودترین فرصت او را مهیا بکنه، انشالله ما از نمی نگرانی مکمل خلاص میشیم و پیش از اینکه اونا به کار خود آغاز میکنه ما اکسیژنی که کسی که قراردادی این شبخانه هستن اونا توانمندی کاملا ایره داره که ما تقریبا شبخانه ما بر 300 نفر ما در حالت بستر داشته باشیم انشاءالله با اکسیژن به شورتج مواجه نخواهیم شد. درست، یعنی از امکاناتی که هست و به مریضا البته کسایی که به ویروس کرونا مبتلا میشه رسیدگی صورت هم میگیره و اکسیژن کافی و مو امکاناتی که باید لازم هست دقیقا از او استفاده میشه و تنهای شایعات هست، درست؟ ما پیشتر عرض کردیم که به او اندازه ای که مردم یک شایعات دامن میزنند ولی به او قسم نیستند. ما الحمدلله پیشتر عرض کردیم که ما فیلحال 44 نفر، 41 نفر، 48 نفر داخلی بستر داریم. ما کاملا با اکسیژن شورتج نشدیم، ما رگولاتور داریم، مانومتر ما داریم، اما نیازمندی بیشتر به شبخانه نیاز است. یکی نیازمندی ها هست و یکی ما وسایل است که ما باید کار بکنیم، یعنی او وسایلی که ما برای انمی مریضا پیل حال که ما داریم اکتفا میکنه، یعنی نیازمندی ما داریم که ما مثلا نیازمندی ما بیشتر باشد، چون که برای خود شما معلوم هستند که ویروس کرونا کاملا تداوی نداره ولی ما ارزوی تداویش که مریضان نیاز به اکسیژن داره و می داشته باشه که اکسیژن از یا باید برشان به مو ساعت تهیه باشه و برشان برسه. ما کمبودی وسایل بیشتر داریم، نیازمندی های بیشتر داریم و شایعات به او اندازه که ملت ما تقاضا داره، بالخصوص همشهریان ما که از تقاضا داره، ما الحمدلله با همه شهریان کندوز وعده میتیم که وسایل سه ونتیلیتور ما در خود شبخانه ما داریم، اما ما اگر دو ونتیلیتور هم داشته باشیم هم کم است ولی دو ونتیلیتور سه ونتیلیتور با ولایت کندوز با همه مریضایی که ما داریم کفایت کننده است. درست، زنده باشه رئیس. جناب ساقب صاحب، عدم رعایت نکات صحی توسط مردم، طوری که ما آگاهی داریم و در بطن مردم هستیم، پروسوالی ها، روستاها، خود ولایات، وقتی در شهر میگردیم شاید شما هم دیده باشیم، اصلا به این باور نیست مردم ما که ویروسی وجود داره و به طور عادی ریکشاوان، راننده، راننده تکسی، دکاندار، عموما تمام اخشار و اقسام عموما مردم به این باور نیستن که کرونا وجود نداره و در حالی که هر روز مردم را به این ویروس مصاب میشن و قربانی میگیره هموطنان ما را متاسفانه، شما به او اشخاص و افرادی که چنین به مفکوره زندگی میکنن و متاسفانه میبینن که این فلانی شخص به این ویروس مبتلا شد، به او گونه اشخاص شما چی گفتنی دارید؟ شما کاملا کاملا شما در جریان هستین که سابق امی یک مرض ویروس وحشی کرونا در اوایل شیوع ویروس در بالخصوص در افغانستان یک قسم به ترس و وحشت معرفی شده، تمام مردم واقعا که یک قسم ترس داره، هراس داره و یک قسم به اصطلاح افسردگی پیدا کرده، یعنی طبعا کسایی که مصاب ویروس کرونا است اینا نیاز به صحت روانی طبعا یک دیفکت دیده، یک ضربت دیده. ما چه قسم میتونیم که همچنان برای از یا ما همی تیمی که در شبخانه خود ما وجود داره یک تیم بسیار خوب داریم و یک تیمی داریم که بسیار یک تعهد خوبی داره و اینا میتونن که همی مریضا را که میای یک آگاهی دهی درباره صحتشان و طبعا ما شما یک میگم که روان سر صحت تاثیر داره و صحت سر روان تاثیر داره، این کاملا دقیق هست و این صحت روان میگه دیگه. به این خاطر ما
آگاهی دهی تیم‌ها داریم در ساحاتی که مثلا دوردست است بیشتر عرض کردیم. طبعاً یعنی 81% تمام مردم اینی اعراض علیه مسافری میکنند. نظر به اونمو معافیت بدن از یا که چقدر معافیت از تقویه هست، قوی تر هست، اونا قدر اینا مقابله قوی تر میکنه و به یک شکل تو اعراض علایمش هم مرور میکنه. و اما کسایی که تقریبا 15% از اشخاصی که مدافعت بدن از یا پایین تر است یک با خامت میبره و اینی مشکلات ها گپارا وجود داره. اما ما تیمای پاسخدهی سریع که بیشتر گفتیم که 11 تیم است، اینا یکی از لایحه وظایف شان می هستند که به مردم تعلیمات صحیح می ده درباره ویروس مکمل معلومات می ده و اینا را ایرا وادار به این می سازه که ما یک شبخانه را داریم که اوجا اهتمامات برای ازو هست که ما از یک سیستم قرنطینه صورت می گیره که میشه که اونا اوجا اهتمامات بیشتر داشته باشه و دیگرا را مصاب نکنه. سپاس. برمیگم دوباره یک وقفه کوچک بازرگانی دارم دوستان، دوباره برمیگردیم. سپاسگزار هستم از اینکه تا به حال با ما همراه هستین. عزیزان هموطن و شهروندان عزیز ولایت کندز، ما با جناب دکتر صاحب سید عالم ساقط مسئول دفتر جک در کندز هستم و در مورد واقعات ویروس کرونا و ای که چی تعداد افراد سرطان شدن دیدین و شنیدن دوستان عزیز و همتون رو دعوت میکنم دوباره به بقیه برنامه. جناب ساقب سید در لابلای حرفتان گفتین که ما تیم آگاهی دهی داریم که در داخل شهر و مرکز و روستاها معلومات بدن. این آگاهی دهی شما چقدر کافی بوده در حالی که شما آگاهی دهی دادین و در حالی که مردم کلن خیلی از مردم بیشتر هموطنان ما بی‌سواد است و اکثر به این باور است که مثلا قسمی که قبلا به شما گفتم که به ویروس کرونا اصلا اعتماد ندارن که وجود نداره و هستن اکثریت کسایی که مثلا ماسک خریده نمیتونن، دستکش خریده نمیتونن. مثلا در گذشته یک ماسک بود 5 افغانی، یک دستکش بود یک جوره دستکش 10 افغانی و مجموعا پولش میشد 15 افغانی، حالا به 60 افغانی رسیده که توان خریده ندارن. و این چه فکر میکنه که آگاهی دهی که شما دادین از طریق تیمتان، از طریق ریاست صحت عامه و شفاخانه کووید 19 در کندز، این چقدر کفایت کننده برای شما بوده؟ چیزی بسیار خوب این است که تمام مردم عالی به این فهمیدن که حفظ و صحت چقدر رول داره. درست. یعنی به این معنی نیست که هر شخص ماسک بپوشه و هر شخص نیازمندی به ماسک می داشته باشه. ماسک خودش کی باید بپوشه و با کی ها باید توصیه شوه و در کجا باید بپوشه و پوشیدن این ماسک کدام کس ها باید داشته باشه. همچنان دستکش ها که هست، دستکش برای هر کسی نیاز نیست که باید بگیره بپوشه. مثلا اکثرا انتان مثلا ها اکثرا انتان ها مثلا که هست که کسایی که به سر و کار برای زباله ها می داشته باشه، کسایی که مثلا در اوجه کاروبار میکنه در دواخانه، در ماین خانه ها، در قصبه ها، مثلا اکثرا کسا هستند که اینا کار میکنه با وارد ها، اینی افرادی هستند که اینا باید دستکش ها را بپوشانند. ولی پس حدر کردن امی دستکش ها بسیار مهم هستند که چه قسم باید اینا حدر بکنند. ولی یک چیزی بسیار مهم ای هستند که باید مردم ما به این بفهمه که نیازمندی نداشته باشه و بپوشه. انتون خدا مثلا در چشم میزند، دستای خدا به بینی میزند، اینی یک حالتای هستند که شاید دستایش به یک جای تماس داشته باشه که در اوجا میکروبا را بگیره و روی خود یا چیزایی که بسیار زیاد ریسک داشته باشه در اوجا اینا برسونه. دیگه پلی هازا چیزایی که هست بسیار مهم هستند. ولی چیزی بسیار مهمی که تمام ما شما در خانه ها داریم، در هر قریه، در هر قصبات، در هر جا ما شما داریم آب هستن و دست شستن با آب صابون برای 20 ثانیه بسیار چیزی مهم است و اینی هر کسی را کرده میتونه و اینی تعلیمات صحیح تمام کلینیک ها مراکز صحیح ما داره. ما در همچنان در شفاخانه ها، در خانه ها، در تمام هتل ها، مثلا در مساجد، در بازارها،
در هر جایی که از ما الحمدلله سیستم مروج ساختیم و شستن دست ها بار بار یکی از راه های خلاصی ما از انمی ویروس وحشی انمی هستن که ما شما باید انمی حفظ صحه خود و حفظ صحه شخصی و محیطی را در نظر داشته باشیم. درست جناب ساقف صاحب، ما خودت شاید بتونیم صابون خریده و ماسک خریده، ولی هست از باشندگان خود افغانستان کنداز و زون شمال حرف از کنداز و روستاها و ولسوالی های مربوطه کنداز است که توان خریدن صابون نداره. اون از کجا صابون بخره؟ مثلا در اولی کرای زندگی میکنه، اولیش به شکل کفتر خانه است، پس چگونه میتونه یک صابون بخره؟ ما شما یک چیزی را داریم که توانمندی صابون بالعموم یک معمول است، ای به این معنی نیست که هیچ کس از این توانش نداشته باشه. یک بالعموم گفتیم که یک نرم است که هر کسی را داشته باشه در خانه، بخاطر اینکه بلی باشی ضرورت داره. ما زندگی که مثلا ما شما همیشه به سر میبریم اونا داریم، ولی اما چیزی مهمی تغییر سلوکی است که چه قسم ما به حیوه ازی و تغییر ازی را مسیر ازی را چینج بکنیم. به این معنی که ما چه قسم دستار بشویم، چی وقت بشویم و بعد مثلا به کدام چیزها را به تماس شدن باز دستار ما بشویم، اینی چیزها بسیار مهم هستند. اینی آگاهی دهی با این تعلیمات صحیح ده اینی چیزا باید ما کار بکنیم و اینی چیزا هستن که خود ما پیام های کلیدی وزارت صحت عامه که اینو ریسرچ میکنه و اپدیت میکنه و به ما میرسه، طریقه و بالخصوص استراتژی ها را پلان ها را به ما اپدیت روان میکنه و ما امی مردم و ملت خود به این وادار میسازه که ما چه قسم میتونیم که به کدام شیوه های آسان و ارزانتر و اقتصادی را کار بگیریم که تا ما بتوانیم که یک پاکی و صفایی را ما به خود داشته باشیم. دیگه پلی هازا یک چیزی است که بالعموم ما داریم و از او باید سالم استفاده بکنیم. و کسایی که من جواب مدست آوردم صاحب صاحب، کسایی گفتم ندارن صابون نمیتونن خریده، و اینجا کی مسئول است که مثلا یک صابون برای زوبت که یه صابون استفاده بکن؟ دقیقا که ریاست شما و شما کی را مخاطب قرار میدین که باید اونا مثلا بسیاری کسا هست که ندارن صابون نمیتونن خریده، میخوایم اینجا به خود برس بیارن؟ اگر اینجا به این معنی است که مثلا ما از طریق حفظ صحه براتون بگیم، یا وقای از انتان براتون بگیم، یعنی هر وقتی که ما یک پروسیجر می خواهیم که 100% انتان از بین ببریم، ما وقتی که دستور با صابون پاک بشویم به این معنا که ما 70% خود وقایه کردیم. یعنی هر وقتی که ما دستای خود وقتی کمی صابون، یعنی صابون ما میایم با مثال خود شما میایم، وقتی که دستکش بپوشیم و هند رپ ببخشید، وقتی که ما دستای خود با صابون برای 20 دقیقه ما بشویم، ما 50% خود وقایه کردیم. یعنی وقتی که ما با هند رپ باز استفاده بکنیم و دستای خود ما با هند رپ برای 20 دقیقه پاک صاف سوتر باز بکنیم، با وجود از اینکه با صابون پاک کردیم، ما 70% خود وقایه کردیم. وقتی که باز ما دستکش بپوشیم، ما به این معنی که با 100% خود وقایه کردیم. یعنی میم با سوال شما که کسایی که بیخی نمیتونه که صابون بخره و یا دسترسی به صابون داشته باشه، ما پیشتر عرض کردیم که اول خوی رقم حالت ها الحمدلله ما بسیار کم داریم، این تقریبا ما که اگر به فیصدی صاحب بکنیم که 2% و 30% ایلا برسه، این مردم حداقل به آب خوششته میتونه. یعنی اگر صابون نداشته باشه با آب امو چیزو را خود پاک صاف سوتر بشویه، ولی انمی 30% که ما چه قسم منیج کنیم کنترل بکنیم، میشه که مثلا برای از ما انمی مواد هایجین است که در اوجا مثلا ما داریم دسترسی بهشون داریم، مثلا که برای جا پروگرامایی است که وجود داره در قصبات و در قریاجات و اینا در شیوه ها کار کردن، میشه که از او مستفید شد. قربان تان، زنده باشین جناب ساقف صاحب. عدم پرداخت معاشات پرسنل شفاخانه کووید 19 در حالی که شاید از کارمندان بخش
هر یک استخدام شدن در شفاخانه کووید 19 اینجا عملا کار میکردن، اجرای کار داشتن، اما معاششان یک ماه یا دو ماه پرداخت نشد از طرف شفاخانه و طبیعی است که شاید در خانواده او هم روز روزگار دارن، نان خور دارن و هم خدمت و هم ثواب، و اینجا اگر معاشش در وقت معین برش داده نشد طبیعی است که به مشکلات زیاد مواجه میشه. شما در مورد این موضوع چی گفتنی دارید؟ در مورد معاشات پرسنل ما به حیث مسئول یک چیزی براتون برای میگپا که خوب واضح باشه و می شاید باید به کلی دفع شوه. ما اول ثور که به دوش محترم مقام ریاست شتامه بوده جهان سپاسگزاری میکنیم و شما کاملا در جریان بوده که جناب رئیس شتامه مصاب برای ویروس کرونا شده بود. تقریبا 25 روز دوری از تیم خود داشتند و اینا قرنطینه شبخانه داشتند و وضعیت خوب نداشت دیگر. انشاءالله ما براتون وعده میتیم که تمام معاشات ماه اول ثور تا 31 ثور، چون که به دوش محترم ریاست شتامه بوده و این خدمات عرضه خدمات صحی برای کووید 19 اونها به دوش داشتند و محترم مقام توانستن که معاشات ازیا را مکمل جور بکنه و با تصفیه کردنش تقریبا در مستوپیت خلاص هستند. به سه قسط اینا پیسه میگیره و میشه که سپورت استاف که هست، گارد ها و تدارکات، تیمای تدارکات ما، تمام انمی کشل هست که گارد ها گرفته تا سپاکار اینا میشه که در یک قسط اینا را پول بیته. مستوپیت و ریاست شتامه به تفاهم که رسیده ای اپدیت معلومات است که ما مثلا امروز معلومات برای شما ارائه میکنیم و میماند دکترها که به یک قسط برای دکترها پول داده میشه و همچنان پولی به یک قسط نقد کش برای نرسوهایی که کار کرده برای ازوا این مای سوره پرداخت میشه. وقتی که پروژه به دوش دفتر جک سپرده شده از اول جوزا تا 31 جوزا ماشای تمام پرسنل داده شده اینا گرفتن و امروز تاریخ 14 سرطان است. انشاءالله امیدوار هستیم که ماهش پوره شود، اینا هم مستفید ماشای خود میشود. درست جناب ساقب صاحب، شما کاملا معلومات داریم که میدانین اینه اگر ما شما به جای مو کسایی که مثلا اینجا کار میکنن قرار بدیم خود اینجا در حال وظیفه هستن و کار میکنن هر روز حاضری میتن ولی ماششان به وقت معینش دریافت نشد، اگر مثلا میره در سرای کچالو فروشی براش میگه که یک ماه بعد ما فلان اینجا کار میکنم در شفاخانه کووید 19 به ما کچالو خرج بده یا پیاز خرج بده یا کیلو گوشت، طبعا وقتی تا هنوز ماش اونها اجرا نشده اونها در بین جامعه اعتمادشان سلب میشه و چطور باز میتونه دوباره مثلا اعتماد کنه بالای کسایی که مثلا در بخشتهی کار میکنن هم خدمت میکنن و هم ماشان پرداخت نشده؟ این در اینجا ضعف کی است؟ مشکل در چی است؟ نه ما یک چیزی میگم، چون که خودم باشنده ولایت کندوز هستیم. درست. و بچه کندوز هستیم، ما هم شهریان خود بسیار زیاد درک میکنیم و از هر طریق ضربه ها دیدن، اقتصاد خراب شده، ما از هر طریق خراب هستیم، ولی درباره انمی که انمی قهرمانان در انمی شبخانه کووید 19 ای که قربانی داده، ای که شبخانه به کدام وضعیت بوده و اینا چه قسم اینجا کار کردن و ای را به فعالیت آغاز نمودن و اینی شبخانه را به حیث یک شبخانه را تبدیل کرده، جهان سپاسگزاری میکنیم و انشاءالله ما گفتیم که در انمی وعده براتون میتیم که در طول انمی هفته که روان هستن معاشش مکمل جور است، در اینجا ضعف وجود نداشتن. اگر بعضی مشکلات ها وجود داشتن که طبعا پول ها در اکاونت نامده بودن و ای کی ها باشه که باید کمی تجور باشه، کی ها باید ای اکاونت بکشه و چه قسمی معاشات ازی باید پرداخت شوه، از کدام طریق پرداخت شوه، قرارداد ازی تا چی وقت باشه، کی ها قرارداد بکنه و چه قسمی اینا باید، چون که سیستمی بود که شبخانه یک شبخانه ایمرجنسی بود، آغاز ایمرجنسی صورت گرفت، استاف ایمرجنسی برشان استخدام شده بود و ایجا تا مثلا قراردادها تصفیه می شد برازیا تا که مثلا اینا چک می شدن تمام اسنادها ازیا بررسی می شد دقیق شد، طبعا ای طول ای می گرفت
و چون که همین رقم شده. در اینجا ما گفته نمیتونیم که ضعفی از کی بوده و کی کار کرده، ولی همگی به شکل یک تیم کار کرده، با تفاهم ریاست محترم سیاتما، با مقام محترم ولایت، با هماهنگی همه مصطوفیت، اینا توانستند که معاشات انمی مای سورا که بسیار پرچالش بوده، مشکلاتات وخیم بسیار وخیم داشتن، اینا را کسی چشم پوشی کردن نمیتونه و همگی به این خوبتر میفهمه، ولی الحمدلله به این توانستن که معاشات از یا جور شود و صبح الی دیگه صبح اینا پول خود بگیره. بله، سپاسگزار هستم، تشکر، انشاءالله که اجرا شود. خب جناب ساقب صاحب، از پول اختصاصی 100 میلیون افغانی تا کنون چی تشریجات به شفاخانه کووید 19 خریداری شده؟ از اون پولی که از مخصوص برای بودجه و مصرف رساندن شفاخانه کووید 19 خریداری شده؟ چون که ما از اول جوزا آمدیم سابق که چیزا از بود و چیزی که از مثلا 300 میلیون از مقام محترم ولایت خریداری شده، ما در این چیزا چیزی که ما تسلیمی به ما داده شد به دفتر جک، در اینجا کمیته وجود داشت از خود نفر مقام محترم ولایت، در نماینده خود ریاست سیاتامه و همچنان از نماینده مستوفیت محترم ولایت کندوز در اینجا تشریف داشتن. اینا تسلیمی با شکل کلی صورت گرفته که کدام چیز از 100 میلیون اینجا گرفته شده بود و کدام چیز از 300 میلیون گرفته شده بود، تمام چیزها وجود داره، اینا پیش از یا هستن و همگی در پیش از یا قرار داره و اینجا یک لیست خاص ما نداریم که ما برای شما یادآور شو که کدام چیزا هست، ولی شبخانه رو شما دین که چیزی وجود نداشتن، هیچ چیزی اینجا نبوده و چیزی که خریداری شده بود در حساب پریکیورمنت بود، ببخشید در حساب انمی لوجستیک، در حساب امین نان میدیکال اکوایمنت که وسایل غیر طبی که هست، اینا همگی از انمی بودجه مقام ولایت بوده که خریداری شده. مثلا بعضی چپرکات ها بود که ریاست شاتامه ایجا آوردن در میجا بوده، مثلا مواد هایجین بوده که اینا بعضی چیزا بود که ریاست شاتامه خریداری کرده، ولی گفتم که لیستشان وجود داره در تسلیم دهی مکمل که با ما تسلیم گیرنده بودیم، اینا همه چیزا در اینجا هستن، امضا کردن ما پیش لیست یک کپیش پیش اقتصاد است و یک کپیش هم پیش ریاست سیاتام است و یک کپیش هم در دفتر جمع داریم. بله، برنامه داشتم با جناب رئیس سعد سامی کندوز فضلی صاحب عزیز، گفتن که 100 میلیون افغانی که اختصاص داده شده به خاطر شفاخانه کووید 19 و یک مقدار پولش هم به خاطر سرطان و شفاخانه کووید 19 و 100 میلیون دقیقا در بانک است. اگر در بانک هست، موجود است، چه زمانی به مصرف خواهد رسید؟ ما پیشتر عرض کردیم براتون، این پولی است که برای جا کمیته تعیین شده، پولی نیست که هر کس در او مصرف بکنه و کمیته وجود داره، نظارت و بررسی بسیار دقیق، تفتیش وجود داره، لیست ها که باید کی جور کنه و کجا بره، کی باید پروسس بکنه و از کجا پروسس شوه، اینا مکمل سیستم وجود داره و اینا را خوبتر کمیته داره و خوبتر میفهمه، چون که ما مسئولیت خود پروژه کووید 19 ما به خود که داریم، لین ما معلوم است، قرارداد ما معلوم است، ما نظر به قرارداد و او به او شیوهایی که مقت وزارت شاتما دفتر محترم جک قرارداد نموده و اونمو استراتژی و اونمو قدمهایی که ما باید قدم بمانیم واضح هست برای ما تعیین کرده، ما تجاوز کرده نمیتونیم و کسی تجاوز هم کرده نمیتونه و با نمو شیوه ها ما پیش میریم و با نمو قراردادی که وزارت مقام محترم سیاتما واضح نشته کرده که کی باید چقدر پول مصرف کنه و در کدام لین باید مصرف کنه واضح هست. ما پیشتر در شروع برنامه برای شما گفتیم که 5 مهم استیک هولدرهای که وزارت سیاتامه برایشان قرارداد کرده معلوم است، در اینجا رول ریاست سیاتامه معلوم است که اینا باید کدام چیزا را به ما بخره و چی کدام چیزا را نظارت ها چه قسمی بکنه، چی وقت بکنه، اینی چیزا همگی واضح هستن و ما جهان سپاسگزاری میکنیم. باید یادآور شوم که از همکاری و شانگیری که دکتر صاحب احسان الله فضلی به ما نموده جهان سپاسگزار هستیم و خدماتشان قابل فراموشی نیست. بله، در لابلای حرفای خود گفتین و که پولی که اختصاص داده شده و در او
یک تیم هست که نظارت کننده است پول را، و همچنان جناب فضلی صاحب رئیس صحت سامی کندوس گفتن که 100 میلیون افغانی در بانک صحت است. این حرف حقیقت داره؟ 100%. ولی گفتیم که احیانا اگر چیزی که اگر مصرف رسانده باشه درست. اینا حسابدهی شفافیت خود داره. طبعا اگر به این معنی هدفی در این گپ به این خاطر است که اگر 100 میلیون به این معنی که کاملا سیف هست در اوجا هستن، به این معنی که اگر چیز ازش گرفته شده باشه اینا شفافیت و اینا حسابدهی خود داره. دیگه هر کس با آنمو شفافیت خود سخن میگه و هر کس دلایل خود داره. درست. معلومات تخمینی شما چیست که در مجموع در کندوز چی تعداد روزمره مصاب به کرونا میشه و به استثنایی که نزد شما ثبت است و معلومات دارین که چی تعداد صحت یاب شدن و مجموع ارقامی که شما دریافت کردین؟ ما ارقام اعمار از شروع برنامه به تمام این تقریبا از هفته برج دلو تا 14 سرطان برتون ارائه کردیم، اما فیلحال که در خود شبخانه ما از تاریخ دیشب گذشته تاریخ 13 سرطان برتون ارائه میکنیم که ما بالعموم 44 مریض داریم و 44 مریض از جمله 20 مثبت داریم و همچنان ما بالعموم 14 زنانه داریم که همراه ما بستر هستند. پیشتر باز هم اشاره میکنیم که این ویروس وحشی کاملا قریه به قریه، خانه به خانه شیوع پیدا کرده و از تمام همشهریان ما توقع به پیش میره که خود بسیار زیاد که در هجوم وقتی که میبراید از ماسک استفاده بکنن و همیشه در خانه های خود توصیه به آب با صابون دستشویی با پیاده بکنن و این عمل به خرج بده که چه قسم خود از اینمی ویروس نجات پیدا بکنن. زنده باشه. صاحب صاحب در ادامه هم بگوین برنامه دقیقا به ختم است. چی فکر میکنه که ویروس کرونا تا چی مدت زمان در بین مردم افغانستان خواهد بود و چه زمان محو خواهد شد برای همیش و دامنه ویروس از بین خواهد رفت؟ در این باره یک چیز را ما اشاره میکنیم. ما شما شاهد حال بودیم. چین چه قسمی را محو کرد؟ ایتالیا چه قسمی را محو کرد؟ هسپانیا چون که شیوع بیشتر اینا وجود داشت. مثلا امریکا چه قسم اینا را به محو رساند یا مثلا کنترل کرد؟ ما همچنان ما میتونیم که چیزای پالیسی که چیزا سخنهایی که اپدیت از وزارت صحت عامه به ما پرموده میشه ملت ما عوام ما باید او را بپذیره. دیگه چیزی بسیار مهمی هستند که ما باید همیشه ما باید یک هجومی که داشته باشیم باید فاصله بگیریم، حداقل فاصله ای که مثلا یک متر یک و نیم متر فاصله باید داشته باشیم و در هجومی که از خانه میبرایم باید حداقل ماسک خود داشته باشیم، بالخصوص اشخاصی که مبتلا به ریزش و سرپا و زکام هستن از ماسک باید جدی استفاده بکنه و اگر تاو پیدا کرد خود باید قرنطین بکنه و به زودترین فرصت دمی شبخانه مراجعه بکنه که نظر به معرض علائمش که ما اینجا متخصصین خود داریم همراه از او از مشوره های خوبش استفاده بکنه و از امو جامعه و از امو فامیل خودی که داره اونا را به خطر نندازه و از امی گپای و سخنهای عبدیتی که برشان ایجا گفته میشه برای تمام ملت برسه و به امو عوام برسه. و دیگه چیزی که بسیار مهم هستند باز هم اشاره میکنیم که شستن دست ها با صابون برای 20 دقیقه بسیار چیزی مهم است و هر کسی را باید پیاده بکنه و این چیزی را با یک چشم کم نبینه. دیگه امیدوار هستیم انشاءالله که برای تمام امی همشهریان ما وعده میتیم که انشاءالله ایت یک روزی باید داشته باشیم که تمام امی شهر پاک از نمی ویروس وحشی کرونا را داشته باشیم. ولی این یک چالش است. چالش چه قسم به فرصت بدل می شود؟ دیگه اینجا یک هماهنگی یک تعهد بسیار قوی کار داره و باید ما از این شایعات بیجا جلوگیری بکنیم و بیا شانه بدیم که چه قسم ما تقویه بکنیم.
درست است، این پروژه پروژه ایمرجنسی است، وقت است، وقتی است که وقتی بسیار در حالتی است که ما برای از او باید وقت نتیم که در اینجا باید ما امو پرستی که داریم از دست بدیم. وقتی است که باید ما اینجا شانه با شانه کار کنیم، شانه با شانه این پیام برای آنمو اشخاص برسانیم که نهایی زیاد نیازمند هستند و نیاز به اینمی گپای ما را داره که اونا خود نگاه بکنند. درست، شکر میکنم. بسیب در پایان دکتر صاحب عزیز، پیامتان به کسایی که میرزه از پرده های تلویزیون خود برنامه را تماشا میکنند و صحبت های شما را هم شنیدن، از یک طرف در آغاز گفتم که این ویروس رو به گسترش است و هر روز مردم و هموطنان ما جان خود از دست میده، ولی بی‌باوری مردم در میان مردم ترویج پیدا کرده که ویروس وجود نداره و باز هم پیامتان برای او عیده از هموطنان ما میشنویم که چی گفتنی داره پیش. ما باز هم از شبکه تلویزیون اورانوس جهان سپاسگزار هستیم و از طریق از این پیام برای تمام همشهریان ما بسیار واضح میرسانیم که ما یک تیم بسیار خوبی داریم، شبخانه کاملا برای اهتمامات داریم که ما به همشهریان خود خدمت کرده میتونیم و اینمی تیمی که در اینجا داریم ما یک تعهد کردیم که تا زنده هستیم و یک قطره خون ما در جان ما چرش داره ما به همشهریان خود حاضر هستیم و انشاءالله به هر قسم اهتمامات خود که در و امو تعهدی که در وجود ما داره حاضر هستیم انشاءالله و این وعده را برشان میسپاریم و امیدوار هستیم که انشاءالله اینمی را به یک خوب مقابله و این را خوب به اینمی دفاع از اینمی ویروس وحشی را کرونا را خواهد داشت. دوستان عزیز و بینندگان گرامی تلویزیون اورانوس، سپاسگزار هستم از اینکه همیشه ما را حمایت کردین و حمایت ما کردین، از محبت هایتان جهان سپاس. مصاحبه اختصاصی ما در مورد ویروس کرونا، امر دقیق جلوگیری از ویروس سرایت از یک شخص به شخص دیگری، از زبان جناب دکتر صاحب سید عالم ثاقب، مسئول در دفتر جک در کندوز شنیدین و دیدین. و تشکر میکنم از اینکه چند دقیقه وقت خود جناب ثاقب صاحب در اختیار ما گذاشتن تا بتونیم در مورد آمار دقیق ویروس کرونا داشته باشیم، کسی که قربانی شدن و کسی که صحت یاب شدن. شکر خیلی زیاد، زنده و سلامت باشین. عزیزان، در این بود برنامه کنونی که تقدیم شما شد. تا برنامه بعد همتون به خداوند متعال میسپارم و متبقی برنامه های تلویزیون اورانوس هم بیننده باشین. خداوند نگهدار و وقتتان بخیر.